درود، در ایندیپندنت فارسی همراه شما هستیم و گفتگوی داریم با جناب آقای علیرضا نوریزاده. خیلی خوش آمدید به این گفتگو. درود بر شما. جناب آقای نوریزاده، در سالگرد انفجار بزرگ بندر بیروت، در مورد عوامل این انفجار و تأثیری که این مسئله بر شرایط سیاسی لبنان داشت، اگر ممکنه برای ما صحبت بکنید. بله، ببینید، این انفجار حساب شده بود، به این معنا که لبنانی ها این امید رو داشتن با توجه به اینکه فرانسه به شدت اعتراض به سوریه و جمهوری اسلامی کرده بود، امید داشتن شاید بتونن کمی از استقلال کشورشون رو بازیابن و جلو حزب الله بتونن خودشون رؤسای دولتشون رو انتخاب بکنن، رئیس جمهوریشون رو، و پارلمان نقش قدیمی خود رو دوباره پیدا کنه. ناگهان این انفجار لبنان رو در یک بهتی برد کنه و 4 ساله ادامه داره. به اضافه اینکه تمام اون آدم هایی که به دنبال گشودن معمای این پرونده بودن به نوعی سربنیست شدن، حالا از رئیس پلیس گرفته تا مسئول بندر، هر کدوم به نوعی. حالا چه بود؟ حزب الله مقادیر زیادی مواد منفجره آورده بود و اونجا انبار کرده بود، به این امید که اگر روزی درگیر بشه از این مواد بتونه استفاده کنه. طبیعتاً هوای بیروت بسیار گرم بود، عدم رسیدگی به این مواد، سرزدن و نگاه کردن و جابجا کردن باعث شد که این انفجار مهیب رخ بده. همه میدونستن حزب الله مسئوله، اما کسی جرأت نداشت بگه، چون اگر حرفی میزد فردا سربه نیست میشد. و این معما تا امروز مثل یه طلسم روی لبنان افتاده. نه این معما حل شد، نه بازسازی منطقه انجام گرفت و نه وضعیت لبنان بهبودی پیدا کرد، بلکه روز به روز بدتر شده. شما نگاه کنید، لبنان 1 سال اندیس رئیس جمهوری نداره، به خاطر اینکه حزب الله اجازه نمیده پارلمان غیر از اون کسی که او میخواهد انتخاب بکنه به عنوان رئیس جمهور. فاجعه بود و البته اشاراتی هم در این زمینه به جمهوری اسلامی شد که این مواد منفجره توسط سپاه به لبنان هم شده و در اونجا انبار شده. به نقش حزب الله لبنان در این انفجار و مشکلات دیگری که گریبانگیر لبنان در 1 سال گذشته بوده اشاره کردید. به نظر شما چرا حزب الله و جمهوری اسلامی ایران که حامی این گروه، تمایلی به ثبات در لبنان ندارند؟ ببینید، لبنان الان به صورت قلعه جهل و قلعه جنایت جمهوری اسلامی در اومده. چه ها که نکردن، از کشتن رفیق حریری، مردی که دوباره لبنان رو ساخت، تا شمار کثیری از شخصیت های سیاسی، فرهنگی، علمی و حتی مذهبی، اینا رو جمهوری اسلامی با کمک حزب الله و گهگاه سازمان امنیت سوریه انجام دادن. جمهوری اسلامی هرگز نمیخواد لبنان اون جایگاه پیشین رو پیدا بکنه. من با لبنان آشنام، به دفعات به اونجا سفر کردم. این لبنان جدید رو نمیشناسم، کمان که وطن خودم رو نمیشناسم. اون لبنانی که ما میشناختیم شهری بود سر تا سر این شهر دانشگاه ها، آموزشگاه ها، مراکز هنری و فرهنگی. فیروز هر سال در بعلبک فستیوال داشت و اون محلی که به اسم کازینو لبنان مشهور بود، بهترین نمایشنامه های دنیا در اونجا عرضه می شد. شخصیت شیعه لبنان امام موسی صدر بود، شخصیت سنیش مفتی خالد حسن بود که کشتنش. مثل امام موسی صدر که در آستانه انقلاب ایران در لیبی دزدیدنش، یعنی اونجا بردن زندانیش کردن. بعدم جمهوری اسلامی امام موسی رو فروخت. آقای رفیق دوست خودش اذعان داره، از لیبی موشک گرفتن، از امام موسی گذشتن و قذافی او رو در اسید حل کرد. امروز این شخصیت هایی که در لبنان هستن
بازماندگان اون شخصیت‌های بزرگ، پدران استقلال لبنان، کاری نمیتونن بکنن، دستشون بسته است. ولی کسانی مثل همین پاسدارانی که ما در ایران می‌بینیم همه کار شدن، اینا افتادن وسط، میدون دارن و هر کی صداش دراد یا او رو میکشن. بعد ببینید لبنان هرگز مرکز انتقال مواد مخدر نبود. لبنان جایی بود که میلیون ها عرب پولدار در طول سال اونجا میمدن. خیلی از سعودی ها و کویتی ها ویلا داشتن، امروز به لبنان نمیرن چون میترسن. بنابراین لبنان توریسم رو از دست داد، جایگاه علمیش رو از دست داد. ما به تاریخ ایران نگاه کنیم، در دوران مشروطه و بعدش صدها ایرانی در لبنان درس خوندن، از امیرعباس عبیدا گرفته تا شاپور بختیار. بنابراین میخوام بگم لبنان دیگه اون لبنان قدیم نیست. لبنان فستیوال، لبنان موسیقی، لبنان مزه های بسیار خوشمزه معروف، لبنان تفریگاه ها، تفرجگاه ها. در زمستون شما بهترین مرکز رو برای اسکی داشتید و در تابستون بهترین پلاش ها رو. لبنان رو در واقع یک پارچه سیاه بر سرش انداختن و تمام اون شادی و نشاط رو ازش گرفتن. ایران کشور خیلی بزرگیه، برابری هر کاری هم رژیم بکنه بالاخره 85 میلیون ایرانی یه راهی پیدا میکنن برای اینکه به زندگیشون به همون شکل قدیم ادامه بدن. ولی لبنان کشور کوچیکه، شما کافی است که حزب الله بیاد یک گوشه بیروت رو بگیره و اجازه نه در اونجا صدای آواز بلند شه. من یک تصویر دردناک دارم، در دانشگاه آمریکایی بیروت صدای فیروز داشت پخش میشد، صدا رو قطع کردن و نوحه خامنه‌ای رو خوندن. در دانشگاه آمریکایی بیروت، AUB، خاستگاه بزرگترین دولت مردان خاورمیانه. خودتون هم به مسائلی که در لبنان پیش اومده اشاراتی داشتید، اما خبر این روزها منتشر شده مبنی بر اینکه سفارت کویت در لبنان به شهروندان خودش و شهروندان عربستان سعودی هشدار داده و این در حالیه که عربستان سعودی تلاش میکنه که ثبات در منطقه ایجاد بشه. با توجه به تصویری که زیبایی که از لبنان دادید و واقعا به شدت تغییر کرده این تصویر، به نظر شما چرا شرایط در لبنان تغییر نمی‌کنه و به این روز افتاده؟ ببینید در بدترین وضع اقتصادی قرار داره. لیره لبنان که پول با ارزشی بود مثل ریال ما، لیره لبنان از لیره سوریه بسیار با ارزش‌تر بود. شما با 3 لیره یه دلار 3 لیره می‌گرفتید. امروز شما صحبت از 20,000 و 30,000 دارید می‌کنید. مثل ریال ما به این مصیبت. خب لبنانی وضع مالیش بده، پول نداره، اقتصاد در واقع به افلاس رسیده، کارخونه ها نیمه تعطیلن. لبنانی چیکار میتونه بکنه؟ و متاسفانه ایالات متحده انگار لبنان رو شسته گشته کنار و اصلا محل نمیذاره ایالات متحده که اینقدر به لبنان اهمیت میداد. فقط فرانسه مونده، فرانسه که به عنوان به قول معروف در لبنانی ها میگن مادرخوانده لبنان. خب زبانی هم که لبنانی ها حرف میزنن اغلب فرانسه است و فرانسه هم اون زور رو نداره و میترسه شهروندانش گروگان گرفته بشن و هزار مصیبتی که قبلا در دهه 80 داشتن. بنابراین نجات لبنان در یک صورت ممکنه، رژیم جمهوری اسلامی یا نباشه یا دست از دخالتش برداره. دست از دخالت که بر نمیداره. بنابراین لبنانی ها مثل مردم ایران دست به دعا برداشتن که روزی شر ولایت فقیه از سرزمینشون کم بشه. خیلی ممنون و سپاسگزارم که در این گفتگو همراه ما بودید. سپاسگزارم.